طرح توسعه مقام صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه و شریف در شهر مقدس کربلا همزمان با سالروز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها افتتاح شد. به گزارش شیعه ویوز اخبار شیعان جهان به نقل از وبسایت الکفیل، حجت الاسلام سید احمد صافی تولیت آستان مقدس عباسی در مراسمی طرح توسعه مقام حضرت صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه و شریف در شهر کربلا را افتتاح کرد. گفتنی است آخرین طرح توسعه مقام حضرت صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه نزدیک به 300 سال پیش انجام شده بود. در همین راستا ضیا مجید از سائق رئیس بخش پروژه های عمرانی و مهندسی در آستان مقدس عباسی طی اظهاراتی در این باره گفت در طرح توسعه مقام حضرت صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه با مشکل مواجه بودیم، زیرا از طرف چپ و راست این مقام به هیچ وجه قابل توسعه نبود. بخش جلوی آن هم خیابان اصلی قرار دارد، لذا به هیچ وجه امکان جلو آمدن را نداشتیم. در نهایت موفق شدیم فقط توسعه را در بخش پشتی مقام، یعنی آنجایی که رودخانه قرار داشت، انجام دهیم. به در ادامه افزود با اجرای این طرح توسعه‌ای 1200 متر مربع به فضای مقام حضرت صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه افزوده شد که شامل یک سالن برای بانوان به مساحت 490 متر مربع و یک سالن برای آقایان به مساحت 310 متر مربع و یک سالن هم برای سرویس دهی به زائران این مقام به مساحت 150 متر مربع و سالنی هم به مساحت 150 متر برای ارائه امکانات رفاهی و خدماتی افزوده شده است. ضیا مجید از سائق گفت در این توسعه همه نکات ایمنی رعایت شده و سیستم های پیشرفته روشنایی و نیز زنگ خطر خاموش کردن آتش و سیستم های مخابراتی و نظارت و دیگر سیستم های مورد نیاز نیز نصب شده است.